مانیتوبا یکی از استانهای واقع در مرکز کانادا می باشد. مساحت آن 649,950 کیلومتر مربع می باشد. اولین بار شرکتی در زمینه پشم دباغی شده در قرن 17 وارد مانیتوبا شد و در سرزمین هایی که مالک آن هاتسون بی بود استقرار یافت. مانیتوبا در سال 1870 جزو استانهای کانادا شد. دارای دولت استانی قوی و قدرتمند است که بعد از تظاهرات سال 1919 شکل گرفت. نام مانیتوبا به معنی روح بزرگ است. مانیتوبا در مرکز کانادا و در شرق آن استان اونتاریو، در غرب آن ساسکاچوان و در جنوب آمریکا واقع شده است. تنها ایالت با ساحل آب شور است. به علت ارتفاع کم زمین و سطوح وسیع و دوری از آب اقیانوس‌ها در ژانویه و فوریه سرمای زیادی دارد. در تابستان هوای گرم خلیج مکزیک بعد از عبور از آمریکا وارد مانیتوبا می شود. درجه حرارت حدود 30 با رطوبت زیاد می باشد که در بعضی مواقع این رطوبت بیشتر می شود. در کل کانادا بیشترین هوای صاف را دارست. اولین ساکنان مانیتوبا در حدود 10,000 سال پیش سرخپوستان بودند که در کنار رود سرخ به کشاورزی غلات قبل از ورود اروپاییان می پرداختند. هنری هاتسون اولین اروپایی بود که وارد مانیتوبا شد. بعد از او توماس باتن از طریق دریاچه وینیپگ در سال 1612 وارد این منطقه شد. چند سال بعد فرانسوی ها و انگلیسی ها دو کمپانی هاتسون بی و نورس ویست برای تجارت با منطقه مانیتوبا تأسیس کردند و در سال 1821 با نام HBC با هم ادغام شدند. در سال 1763 بعد از جنگی 7 ساله انگلستان بر فرانسه پیروز شد و مانیتوبا را جزء تصرفات خود نمود. در سال 1870 بعد از تصویب قانون و واگذاری بخش رابرت یعنی سرزمین کنونی مانیتوبا مستقل شد.